و بخش اقتصادی خوش آمدید. صنعت تولید عسل و پرورش زنبور عسل در سالهای اخیر در ولایت فرا افزایش یافته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت فرا میگویند آب و هوای این ولایت برای ایجاد فارم زنبور عسل مناسب است و باید دولت زنبورداران این ولایت را همکاری کند. مأمورین ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا اینجا در باغ نو شهر فرا 35 کندوی زنبور عسل را گذاشتند و روزانه از این کندوها مراقبت می‌کنند. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا می‌گوید این صندوق‌های زنبور عسل را سال گذشته به گونه آزمایشی گذاشتند که به گفته او نتیجه خوبی داده است. به گفته مسئولان اداره زراعت فرا تلاش‌های این اداره برای گسترش زنبورداری در فرا ادامه خواهد یافت و مالداران ولایت فرا را تشویق به ایجاد فارم های زنبور عسل خواهند کرد. پکل که موز یو تحلیل ول رو در فرا په ولایت کې یعنی واقعا نتیجه ډیره مثبت ده او کار به پردی باندې جریان لري چې ان شاء الله او مسویدا صنعت هم د فرا په ولایت کې ګسترش ورکو ترویج کو او په دې خاطر چې موږ نورو د یقینو فارمداران او مالداران هم هڅه د صنعت څخه استفاده وکړي. رئیس زراعت و مالداری فرا از نتیجه مثبت رشد زنبورداری عسل در ولسوالی های این ولایت نیز سخن میگوید. در همین حال سردار محمد صحرایی مدیر بخش فارم های زنبورداری عسل ریاست زراعت و مالداری فرا با ابراز خوشنودی از تولید عسل در این ولایت میگوید همکنون از هر کندوی زنبور عسل در فرا سالانه 50 الی 55 کیلوگرم عسل خالص به دست می آید. تا 50 کیلو هم در صورتی که انتقال زیر به محیط جای از جایی که گل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50 53 کیلو هم میتونه از یک صندوق عسل بتونه. مستان فرا بسیار کوتاه است، اینا فعالیت های خود هیچ وقت از فعالیت باز نمیمونه، دوامدار فعالیت داره. صرف روزایی که درجه حرارت از 8 درجه رو پایین می باشه اینا فعالیت کردن نمیتونه، اما باز هم پروازهای داره، پروازهای ساحه دور و ساحه نزدیک پروازهای داره. این در حالی است که به گفته مسئولین ریاست زراعت و مالداری فرا در تمام ولسوالی ها و مرکز این ولایت زنبور عسل نتیجه مثبت داده است. این مسئولان میگویند اگر مالداران در فرا به ایجاد فارم های زنبورداری عسل بپردازند سالانه عسل زیادی را به دست خواهند آورد.